دارم خوشم. حاجی خان بفهمی خواهد. بفهمی. خواهد شما بفهمی. ماشالله. ده. بفهمی. به نام خداوند بخشنده و بسی مهربان. سلام. متشکرم از شما. دستتون درد نکنه. قربون شکل ماهتون. گفت تا داشتم فقط تو را داشتم، تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد قامت افراشتم، بوی صلوات میدهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. متشکر. سپاس از شما. قربون شکل ماه بینندگان عزیز که خودمون رو انتخاب کردم و نگاه میکنن. متشکرم که التفات میفرمایید پیامک به 20334 به ما میرسه و تماس میگیرن همکاران با شما، با همکارای ما با شما تماس میگیرن تا بتونن فرش قرمزی رو در خودمونی برای شما پهن کنند. و باز هم اومدیم گلستان خودمونی بنا به دلایل خوشگل عید مبارک مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که همزمان هست با ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی ایران و به همین دلیل هنرگاه ما تبدیل به گلستان بسی خوشبو و عالی شده و به چند تا دلیل قشنگ که عرض کردم خدمتون خوش اومدید به خودمونی. ماشاءالله. خیلی عالی. خیلی کارها داریم، وقت کم داریم و دیالوگ ها و گفتگوهای ویژه راجع به امروز قشنگ داریم و به همین دلیل فرصتمون هم کم هست. مهمونا اونجا ایستادن پشت در، در مرام ما نیست که زیاد سرپا بایستن. به همین دلیل تشویق میکنیم تا اونا تشریف بیارن. بفرم. اون پشت که بودیم داشتن خانوما تنبیه میکردن که توپق نزنن، بگن که این عید شیشفر. الان شنیدنیه تبریک گفتنشون. بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. توپق بزنید من میدونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت حضار گرامی و تمامی بینندگان عزیز. بنده میلاد کجوری هستم از تهران. عید مبعث و فرارسیدن دهه فجر و خدمت تمامی یکایک عزیزان تبریک عرض میکنم. زنده باشین، زنده باشین. یه غلط داشت، تمامی یکایک عزیزان یعنی چی؟ حالا فکر کردین یعنی چی؟ چی اصلا فهمیده بود. تمامی عزیزان. یکایک خوبه. اصلا خوشگلیش به همینه، امروز عید دیگه باید بگو بخند کنیم اگر چنانچه سر به سر هم بذاریم. بفرمایید. به نام خدا. زهرا رضایی هستم از تهران. عید مبعث و فرارسیدن دهه فجر رو به همه عزیزان تبریک میگم. عالی بود، عالی بود، عالی بود. این مریه غلط داشتن، هر دوگانه یه غلط داشتن. حواس رو جمع کن، کار سخت شد. خانم تو رو خدا میخوای ما من صحبت میکنم شما یه تمرین کنین؟ میتونیم این کار کنیم. بله، چند وقت ازدواج کردین؟ ما فعلا نامزد هستیم و دو ماه دیگه انشالله عروسیمون. دو ماه دیگه لا 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 لا. ماشالله، ماشالله، مبارکا باشه. انشالله سال دیگه اومدید نه یکم عمرتر، یه نینی بغل مامان بزرگ باشه اونجا، همینجوری پیش پیش کنه تا خودمونی رو بگیریم. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و بینندگان عزیز شبکه 3. محسن حقیقی هستم و فرارسیدن دهه فجر و عید
فطر رو عید قدیر رو دست 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 عید قدیر رو همه یکایی که تو تبریک گفتم عالی بود عید قدیر البته عید فکر قضاشو به جا بود عید فطر پارسال ایشون اومد اینجا یادش نبود قرار گذاشتیم الان دارم جمعش میکنم قرار گذاشتیم که امسال که میاد بالاخره قضای اون روزو تو تلفنم گفتی اینو که من پارسال همونم که عید فطر تبریک نگفتم سر به سر بله بله خیلی به جا بود خیلی هم بود مبعث هم این دفعه سال دیگه یا عید فطر شد عید مبعث رو تبریک بگیم سید الان که نگفتی بفرمایی خانم بفرمایی به نام خدا زهره شایق هستم و خوبه عالیه بگو عید مبعث و فرارسه رنده فجر رو بهتون تبریک عرض میکنم گفتی تولد دهه فجر؟ نه، فرارسیدن دهه فجر. فرارسیدن. انشالله که خدا قبول کنه این عشقی که در وجود شماست به خاطر این تبریک روز عزیز که فرمودید قربون شکل ماهتون با تشویق میشینید ما بساتو پند میکنیم. خسته نباشید متشکرم از بینندگان عزیز قربون شکلماتون که همچنان خودمون رو نگاه میکنید عرض میکنم خدمتتون که در مسیر 450 هزار کیلومتری لوله کشی گاز در کل کشور لازم است که چون بهره بردار زیاد است در مواقعی که آقای اسخری میاد میگه یک جبهه هوایی سر کله کرده اینوری میاد ما باید حواسمون جمع کنیم 15 درجه زیر صفر میشه ولی حواسمون جمع میشه به اینکه یادمون باشه که پکیج رو زیاد کنیم یا بخاری رو زیاد کنیم این کار بسی غلط است برای اینکه وقتی سرد میشه همه جا سرد میشه و اگر ما بخوایم پکیج رو زیاد کنیم درز دور خونه رو نپوشونیم شیشه شکسته و اینا رو هم ترمیم نکنیم در انتهای خطوط و این دفعه جلوتر از انتهای خطوط چون سردتر و بهره بردار بیشتر شده جلوتر از انتهای خطوط با افت فشار گاز به طور اتومات مواجه میشن و گاز اون قسمت ها قطع میشه اگر بخوایم یادآوری کنیم از یکی از انتهای خطوط یک روستایی رو نام میبریم در استان البرز میپیچید میرید طرف قزوین سمت راست طالقان و همچنان شهرک رو رد میکنید میرید بالاتر سمت راست روستای ناریان اونجا به نوعی در انتهای خطوط اون محور قرار داره و البته چند جای دیگه اگر بخوایم مسافه بهینه نباشه داداشای ما آبجیای ما خواهر برادر نمیدونم پدر بزرگ مادر همه اینا اونجا زندگی میکنن اونا با مشکل سرمایشی مواجه خواهند شد و حتی نونواییاشون هم تعطیل خواهد شد پس حواسمون رو جمع کنیم و خبر بهجت اثر این که اگر بتوانیم حتی فاصله نیمه آذر تا نیمه اسفند بین 10% تا 35% البته مصارف خانگی همون 15-20% باشه کافی هستش که شما به از پاداش تا گازبهای رایگان به بهار دلانگیز برسید و اونجا که به قول سعدی باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید در دکان به چه رونق بگشاید عطار یعنی زمانی که عطاریا رونقی ندارن برای شما حتما یه پیامک میاد مواظب باشید حواستون باشه ببینید اگه بوق میزنه گوشیتون پرت نشه حواستون پیامک مضمونش اینه که قربون شکل ماهتون بین دو ابروتون رو میبوسیم از اینکه رعایت کردید مصرف بهینه رو و گازبها رو مهمان شرکت ملی گاز ایران هستید با افتخار توجه میکنیم به این قسمت لباس مجری خراب کنه کثیف کنه خودمونیم خب بیا جلو بیا جلو زیاد وقت نگیرین بده من بشینید اینجا قد رو بیارید پایید که بتونن آب بریزن خانم تشریف بیارید بله یک سطح آب پر اینم میذاریم این به قول بچه ها وسط بله بله بریزید آقا بریزید بیستید تا بگم چی کار کنید بیستید بس نه 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 پرش نکنید یک سطل پر در حقیقت همین حالا بیستید میشموریم سه برو بشین نه از این
بشین بخن. نرو. را برو بشین بخن. تو بشین آروم بشین. هیچی ندارم. ببین اون پیکر اون را بیا بعد بشین بخن. پر بالا محسن بشین نه باید بپری برو اومد بپر جفا بپر جفا برو بالا نه نه بیه اینه جفت ما بپر بیر چه کار کردی همه رو به هم زدی جفت ما برو بارکالله خوبه آخریش رو دقت کن جفتا بیا بپر آره آره نریز دیگه آب نریز نریز دیگه جفتا بود خالی کن خالی کن خالی کن بیا اینجا موسیقی خالی کن خیلی خوب بیا همینجا بالا باشین بالا باشین بالا باشین تشریف خانم اونبر من اینجا بیستم نه نه ببین آخریش قبول آخریش قبوله فقط اینجوری نکن جون مادرت اینجوری نکن هرچی سلبه آره نه این لک میمونه اما ایشون خیلی بهتر بود یعنی بله 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 نه دست نزن دست نزن شادش کن شادش کن شادش کن شادش کن شادش کن شادش شادش کن شادش کن همون که شب کنید که عودت رو بینده یه عکس خوب برم داشته باشم الان میگم دست ها اینجوری تو قشنگ بایستا اینجا بایستا یه خواب قشنگ داشته باشید آها 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 ماشالله شادش کن شادش کن بشید 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 دست شما درد نکنه خسته نباشین بریم برای بخش بعد سب کن
ها گفتیم 3-2-1 نشونه رو گرفتی، عجله نکن. ببین برو جلو وایسا، برو اونجا. میخوای بنظرم این مساویه این یک تمام جلوتر حتی. بله الان خوب شد. و صبر کن من کنار وایسم بشمارم یه تعداد افتادن رو. 3-2-1 بیا اینجا بذار بالا سرت بذار دیگه کماندو بذار یکی بذار سرتش کار کرده بذار بیا بردار تک کماندوه بابا تمام خیلی شده خیلی خب بیا بفهمید از حضور شما که شش تا شو سرت تکون دادی افتاد شش تا و بله جدی چیه ما 10 دوربین اینجا داره چک میکنه با چشمای خودم میشه 11 تا خیلی خوب بود یعنی قشنگ شلیکای درست بی خیال که اصلا شما هم خیس شدی ولی خوب بود شما خیلی بالا میزدید پایین تر بعد میزدید شش مورد اتفاق افتاد که 60 مورد هم اضافه موند خب ببین خودمونی یعنی سوت و کف و شادی و تشویق و هورا و بگو و بخند امروز که اصلا قصهش فرق میکنه خودمونی شده گلستان به دلیل عید بزرگ مبعث که بدون اغراق و با افتخار لیاقتش رو دارید که پیرو پیامبر گرامی عظیم الشأنمون باشید و باشیم و به همین دلیل با تشویق میریم قسمت بعد We'll be right back.
لم دادی. بذار حالا یک چیزی بگم راجع به گاز، میام میگم چرا بیحالی. قربون شکرماتون و سپاس از حضار گرامی که لطف دارن ساعتها زمان میذارن تا ما بتونیم برنامه خودمون رو جمع و جور رو دو دستی تقدیم شما کنیم. و نکته این که التفات مضاعف دارید نسبت به مصرف بهینه گاز، که انشالله بتونید زمانی که نرگس و سنبل و لادن و سپرغم و این گلهای قشنگ بنفشه میاد تو دشت و دمن، برای شما یه پیامک خوشگلی بیاد که قربون شکل ماتون همه گازبه ها میدن، شما معافید از گازبه ها برای اینکه مصرف بهینه داشتید. و از آذر تا اسفند نسبت به سال قبل انقدر درصد کمتر مصرف کردید. بحث کم مصرفی و عذاب دادن خانواده نیست. باباها یادشون باشه بذار بچه‌ها سرما نخورن، یه حدی حق دارن که از گرمایش استفاده کنن، ولی اینکه بخوایم پنجره رو باز کنیم شوفاژ زیاد کنیم مشکل اونجا پیدا میشه. اگر میرید خونه مثلا آقا مرتضی، یهو میرسید میگید آقا مرتضی پختیم، وای اون پنجره رو باز کن، هوا بیرون 20 درجه زیر صفر، چرا خونتون سونا شده؟ آقا مرتضی باید حواسش باشه پنجره رو باز نکنه، یه ذره شفاژ رو بذار سر 50 45 درست میشه. به همین سادگی. و مصرف بهینه و در انتهای خطوط هم مشکل کمبود گاز پیدا نخواهد شد. قربون شکل ماتون، منتظر اون پیامی که خوشگل باشید که شرکت گاز، شرکت گاز اصلا سیبیل گذاشته که اگر کمتر مصرف کنید گازبه ها از پاداش تا تخفیف تا مطلقاً پول گاز برداشت نکنید هدیه رایگان هستش. برای اینکه این دوتا جوان ده دوازده سالمون سرحال بشن یه تشویق میکنیم، بیریم سراغ برنامه. اینجا بینن دوتاتون بیاین، دوتاتون بودوین، برو 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 برو. خیلی خوب دیدی دی سرحالید، حالا سرحال برو اونجا بشین، درست شد، خیلی هم عالی. اما قضیه از این قضیه، میدونستین گوشیم اینجاست؟ نمیدونستید؟ دیده بودین؟ آره، هی میگو گوشید نره پایین، نره خب سر جنت آباد که نمیره، همونجا گیر میکنه. اما پیازای خیلی ناتویی هستش، گوش داره میاد. آره پیازای خیلی بدیه و اشک دراره. لطفا از قسمت به اصطلاح این قسمت ریز رنده، همونه، از ریز رنده رنده میفرمایید. این همه اسم گل گفتم، سنبل، لاله، سبرغم، بنفشه، نمیدونم نرگس، لادن، اینا اینا رو گفتم علت داشت. علتش اینه که گل اونجا پخش میکنیم رو دیوار تصویریمون، شما باید رنده بفرمایید خانم آقایون، تا تشخیص ندادن همینجوری رنده میکنید. دقت کردید؟ آماده اید؟ میشموریم 3 2 1 رنده بفرمایید، رنده بفرمایید. بله این چیه؟ بله بله رنده سفید داره، خودت باید بگی چیه؟ گلاف تو گردنه راهنمایی بگم به شما، رنده کنید شما باید تشخیص بدید چیه. آفتاب گردونه، بابونه آفتاب گردونه. توفاش کو باش. راهنمایی بگم. چشام سوخت. شما نگاه کن ببین چیه. چیه؟ بابونه هستش. بابونه. بابونه هستش. چیه؟ کاش تنها با خودم بد کرده بود. صد اهانت با گلم بابونه کرد. شعرم بلد باشید. بله بابون است. بله بعدی بعدی بعدی. بله. تارتار بلبل بلد. بابون رو بلد نیست، عمرن اینو بلد باشه. سین اول چیه؟ سین یه سنبول نه سنبول یه داره، حرف دومش سیه هستش. سی کلا برگه. سی سخت، چشام میاد من نمیتونم ببینم. بعدی چیه؟ میشه دور بشم ببینم بگم بعدی اینو دیگه
حسین یوسف نگی حسین یوسف بابا گلاش این برمزه اصلا تمام دشت و دمن پس بردا همین هاست رنگش اسمشه گل فصلیه بنفشه گل بنفشه چه جوریه چی با؟ بابا بنفشه بنفشه سفید و بنفشه نمیذاره ببینم اسم بعضی از ما پیاز نبوشد میگفتم داری هر پیازو نمیذاره من ببینم نامردی نمیکنه اینم تونتون داره خوب میکنه سنبول یه ذره آرومتر آبروم رفت من نمیبینم اصلا گل تا الان خریدید برای همسر گرامی فقط داله من گل میخره که روزه ببین بعدم برنامه من به انتخاب بعدم برنامه هم شد از اون پشت اون ردیف یه بغل گل بردارید برید به انتخاب بعدی رو ببینیم بعدی رو رنده کن رنده کن چیه؟ گله 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 یاه جاروی هم هست گل شد مثل گل محمدی که دم میکنن یعنی چه این شادوته؟ دارویه میگن عرق نه عرق درخته پارک سگنجبی به هست عرق عرق چی هم عرق؟ عرق بابونش؟ نه کاسی؟ بودنش میگه بیدنش؟ بودنش؟ به و واب هست آره اولش به و واب هست عرق رنده کن، رنده کن، چشمتو باز بوداده؟ بوداده؟ نش تخمه هستش اینه شاتوت عرق بوغناق بوغناق، بوغناق بوغناق بگیری، بوغناق دست میزنده گل بوغناقه بابا خیلی سخت بوغناق سخت چهار تا راحتش رو بوغناق بگیری بوغناق چشم خانومت کور شد چشم رنده کن رنده جان چی رنده کن؟ خب بعدی رو بذار رنده نمی کنه بجون سنبول سنبول درست بود نه سنبول نیست سنبول نه بجون چی شکل بجون بوداده چه رنگی نه سین اولش سیرابی سیرابی نه سنبول گفتم نه گفت واقعا 2000 بابا همه دارن میگن سنبول 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 خب دارم میگن سنبول واقعا چه پس اصلا شما تموم نمیشه ریاضه سفره حبسی تا به حال سنبول گذاشتی نذاشتی بله خب بله. نمیگی اسمشو بذارین گل گل مگس چی میگی رنده کن رنده کن خانم رنده کن رنده کن بعدی بعد. بعدیش رو ببینیم اوه یه گل رو گل سرخی گل لاله لاله نیست نه سرخ گل سرخ روز کجا بود این معروف‌ترین نمی‌پذیریم ازش معروف‌ترین گل دشت‌های ایرانه یعنی از شقایق بگو تا شقایق برید نه شریدن این هم شرید گل چی؟ شقایق میریم اصلا بیابونای نقده 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 نه من دوش زیاده از خود زاهدان تا ماکو بهار منتظر این گلا باشید گل اولش چی اولش اولش گل زهر گل لاله گل زهر گل مریم گل شقایق شقایق گفتم شقایق شقایق این نمونه میدم میشه عاشق بابا 2000 گل شناسی یاد میگیره چشم رنده کن همینجوری چشم ضعیفه رنده کن وای 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 خب این چیه این گلش اسمش چیه خانم هم نگاه کن خانم هم نگاه آفتاب گردون آفتاب خب شما هم میتونی کمک کنی زنبق زنبق سوسن گل زنبق ها زنبق آفتاب گردون سوخت نه گل اولش هه دو چشمه آخرش همیشه بهار همیشه بهار ره همیشه بهار همیشه بهار همیشه بهار همیشه بهار کی به خدایی به خودش همه گل همیشه گل همیشه بهار زد نبود که قبلا دیگه چی بعدش چیه این از این بهتر این چیه نرگس 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 ما دو تا گروه رو رد میکنیم دو تاشون رو نقره ای میکنیم به همین دلیل اوهران این اسم مادر خانم چرا من پیازه میشناسمش مادر خانم میشناسمش چیه این گل چیه نرگس نرگسی این گل چه مامانت من نمیبینم اینو اگه نبود شاید میگفتم پیاز رنده میکنم
میشی؟ میسوزه. میسوزه. شده که چشم من بسوزه میسوزه. اما برا من اینو همیشه واسه مادر خانم میگیرم. نرگس. چه گلی میگیری؟ نرگس. چه بویی داره میگیره؟ رسیدیم به قسمت کاش حرف مامانم گوش میکردن. چند تا آیه دیگه که حالا پیش رو دارید این مجموعه قشنگ رو و متشکرم که همچنان بیننده خودمونی هستید. قربون شکل ماتون التفات میفرمایید که لطف میکنید تا برسید به مطلوب از تخفیف تا رایگان بودن گازبها، یعنی پس بردا که رونق کار عطاران از کار افتاد، به قول سعدی که میگه باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید در دکان به چه رونق بگشاید عطار، اون موقع که رونق افتاد دور از جون همه عطاریا، کنایه هست، کاری نداریم. برای شما پیامک میاد که قربون شکل ماتون شما از گازبها معاف هستید و مهمان شرکت ملی گاز ایران هستید. حسن اولش این بود، دومیش اینی که لطف کردید و از مواهب این لطف هم برخوردار خواهید شد که دیگران از صرفه‌جویی شما بهره‌مند شدن و افت فشار منطقه‌شون نداشت، اونم گاز داشتن و استفاده کردن و چراغ گرمایش زندگیشون به دلیل لطف شما پروپیمون برقرار بود. لطف سومش رو نمی‌دونید چیه؟ این تشویقی است که برای شما داریم. نگاه کنید. ده. می‌خزیم میای می‌بریم. خب گروه نقره‌ای، گروه طلایی، شش چه جایزایی امشب. سعیمون بر اینه که اصلا جایزه خوب بدیم دیگه، نمیدونم دیگه، ببینیم چی میشه دیگه. بودو بیا اینجا ببینم. بودو بیا دوتاتون بودو 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 اینو بردار 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 درسته یا ورد بی اینجا بی اینجا بردار درسته یا وردار شما بی اینجا بردار درسته یا وردار بردار بردار کدوم درسته؟ بردار وردار غلطه؟ بله. پس چرا اون دفعه گفتی وردار اینو؟ ولی در محاوره میگیم، ولی بردار درسته. خب شماره تون چنده؟ 127. شماره شما؟ خب 127 رو ببینم میتونیم پیدا کنیم. بیا بیا رفت بپرسه. خب چی؟ کیفم باید دستم. آها شماره شمارش آورده. خب این شماره رو بذار تو همون کیفت، جفتش اینجا باید پیدا کنی، یعنی 57 رو باید پیدا کنی. خب 57 ایناش پیدا شد، ولی نه، میذاریم اینجا، میذاریم اینجا. بالا رو نگاه، بالا رو نگاه. حالا بردار 57 رو اگه راست میگی. اون 57 نی؟ اون نیست 57. یکی دیگه به هم بزن، اونم 57 نیست. بردار یک کدوم، همون 57 بیار بالا. شماره چنده؟ 44. 44 رو به دوربین بگی. 44 کدوم بزرگواره؟ شماره باباست؟ بله. هماهنگ شده، من که جلو چشم بودی گرفتن. ببین خدایی بودا، هی گشت و گشت، هی علکی گفتم اون نیست این نیست. خب شما بذار اینجا، شما هم بفهمید، یعنی دوتاتون بپرین بشینید. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بفهمید بفهمید بفهمید. خیلی خوش اومدید، زنده باشید. 44 بله، متشکر. خب یکم عقبتر بفرمایید، معرفی کنین، صحبتی، تبریکی، هر چی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی شاهی هستم از تهران. محمد مهدی شاهی. محمد دستت چی شده؟ دست ما آش خانم زده. گفت دلها شکسته تو بسی، بر دست تو آمد جزا. مولوی بیتی میگه ای خواجه با دست و پا، پایت شکسته است از قضا. دلها شکسته تو بسی، بر پای تو آمد جزا. دور از جون اتفاق دیگه. چی میخوای؟ اینجوری دختر دهتاش هم کم ها، شماره 44 تو در بیاره، یعنی 30 تا شماره داشتی در می آوردن. سلامت. الان با کدوم دستت میخوای بچرخونی میکروفون دسته؟ حالا اینجوری میگیم اینجوری میچرخون بچرخون بچرخون بیم چی عذاب در میاد. میکروفون رو نندازیم ما؟ نه، ما این متاسر برش با اون میکروفون. آها ببینیم چی میشه.
خب حالا یه باشه یه چیزی به اینجا وایسا یه شعر پشت نیسان هم خونده باشی ولدای قبوله پشت مینی بوس زور گلگیر رو سپر کامیون بالای کامیون میازار مورید دانه چش است بسان دارم خیلی خوب ولی بچت نشنه به این شعر رو گفتی بگیم که مثلا چه شعر قشنگ گفتی مثلا بچت نشنه ماشاءالله تشویق کنیم بله خدمت شما این بهتون تعلق میگیره و متشکر بفرمایین یا الله خدا بشه خب اما و اما گروه نقره‌ای یک تا ده چند؟ نه شماره نه شماره نه فرمودین چرا خیلی نه خیلی خوبه؟ نه همینجوری همینجوری؟ همیشه پوچار انتخاب میکنید؟ نه اینجاست همیشه همینجوریه؟ عجیب خب چهار تا پوچ داریم شما عدل نوش انتخاب کردیم ندیگو بخوره به این مگسه اینجوری ها بردن ترسید پوچه هست نو امران یه جمله عاشقانه با حرف جیم بگو که یه جمله عاشقانه خودم بگم تمرین کردم چی؟ یه جمله عاشقانه خودم بگم بگو یه جمله عاشقانه بگو یه جمله عاشقانه یه جمله عاشقانه میخوام بگم بچه ها هیچی نگید یه جمله عاشقانه میخواد بگه بگو ای کاش میشد از اون صحنه ای که عاشقتم عکس گرفت تا ببینی چقدر تو اون عکس قشنگ میافتم وای این که این جمله عاشقانه تشکر از خودت بودا ببین چقدر قشنگ افتادم چون عشق قشنگ میکنه دیگه به هر حال اون تعریف از خود بود شو وایسا وقت گذاشته عکس بگیره ببین من چقدر قشنگ افتادم این عاشقانه شد یکم ظالمانه هم بود شما اینجا وایسا تا من برم دوربین بیارم یه جمله ناقص بگم شما ادامه‌ش رو بگی بفرمایید بله از روز اولی که دیدمت همسر عزیزم از روز اول که دیدمت همسر عزیزم آبغند خوردم نه بگو مهربونیت مردونگیت به دلم نشست به 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 یه پاکت دیگه آبجی انتخاب کن شما نو که پوش بود یه پاکت دیگه انتخاب کن شرمنده شدیم اینقدر ادیب مهمون بله یک بله یک هم انتخاب میکنید بادم خدا پدر نو بیامرزه چهار تاش بوچه خب کدومه یک توش چیه نو چیه من یادم نی بس کنم ببین اگه تونستی ده تا تناب بزنی یک راهنمایی میکنم که اصلا کیف کنی من؟ بله بیا اینجا برو وسط برو وسط همه چی داری بیا کوچیکه که ترابه بگی بینم ها ورزشکاری بنداز بیا این وسط بیا این وسط بزن رو به دوربین یا عزیز برو جلوتر بارکلا خیلی عالی بود خوبه اصلا تنامو بده تنامو بده نو باز کن نو باز کن باز کن باز کن مال ما باز کن بذار اوتو بخار مال ما باشه پوچه در خیلی عالی بده به من 20 تا شنام برم 20 تا شنام 50 تا شنام عزیزم بپوشم اگر 7000 تا نشست و برخواست بری شنا که سخت‌تره 7000 تا 7000 تا شنا بری ریشتراشو بهت میدم ریشو میریزه در رو صورت اصلاح ماشین اصلاح بهت میدیم ریشتراشو میگیریم ماشین اصلاح 20 تا 30 تا 30 تا برو 30 تا شنا 30 تا شنا برو شنا منم برم باش برو
ماشین کفشتو در بیار. سب کن برو همینجور برو دیگه نه کجا جا بندازین برو دیگه. یازده دوازده خوبه 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 باشه. ببین برای ریشتراش این همه رفتی. ببین برای سایت چقدر میره چیکار میسازیستم میلاد. یه پاکت دیگه انتخاب کن. یه پاکت دیگه اونم پوش بوده. یه پاکت دیگه انتخاب کن. چند این یه چیزی امروز میخواد ببره. چند پروانه هم میتونم بزنم. یه پشتک بالانس هم خیلی خوب. یه پاکت دیگه. پنج 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 اما ایراد ما دو ماه یعنی... دیگه عروسیمون هم هستا. یعنی اولا نمیخواد دو ماه کادو بده. ببین دست بزنید به خاطر ما. یعنی گشت چرا عاشق پوچی شما؟ من نمیدونم همین ردیفی پوچا رو برمیدارین. پوچا رو برمیدارین که شما راه نمایی کنیم چیزای خوب بمونه. میگم کتو بپوچید یک ملق بزن ریشتراش بدیم. یک کار باز پوچو برمیدارن. چه کار کنم؟ الان به خاطر شنام یه دونه بازم کنم. به خاطر شنام چشم. ما قول میدیم. اصلا رو قولمون هستیم. ولی... چه کار کنیم؟ تناب اینجاست. تناب بزنیم. خب الان به خاطر شنام یک کدوم انتخاب کنید. یک کدوم. من میرم اونجا پشتن میشتم تو انتخاب. یک کدوم انتخاب کنید. من هر کدوم. تو بگو. شما کدومه میگه؟ من دعوای شما کدومه؟ من میگم عدد فرد رو بذارید کنار. جفتش فرده. پوچه دیگه. جفتش فرده. ببین هفت و هشت رو هم میذارم اینجا. دو رو بذارم. هفت رو بذار کنار. همه رو میذاریم اینجا. بیا. هفت رو بذار کنار. اینها میذاریم اینجا. هشت هم میذاریم اینجا. امشب ده هم بس. دیگه یه عیدی ما دیگه نمیتونیم. بعدا باید پاسخگو باشیم. بیا من دست بزنید افتخارم. بیا پوچ دیگه شنا رفت. ما شناگیر شدیم. نمیشه کارش کرد. خب از اینا بعد انتخاب کنیم. بابا دیگه از این ستا یکی انتخاب کنیم. چند یکی انتخاب کنید برید. ده، هشت، هفت، هفت. یکی انتخاب کنید. نه، اجازه بدید. نه، اجازه بدید. نه، نه. یه خبر خوب، یه خبر خوب. ما تازه شنیدیم، خب؟ ببین زیاد وقت نداریم. یه خبر خوب تازه شنیدیم. عمرا قراره دو سه روز دیگه با بزرگ بشه. زنده باشه. ما داریم نه ما داریم این مسیر تازه از عمران یاد میگیریم. پس باید کمک کنیم. الان کمکت کردیم. یه دونه رو خود عمران انتخاب کنم. من پوچا در نیاوردم. الان یه دونه انتخاب کنم. یه دونه شو هست کن بره دوتا. من والله نمیدونم چیه. خودتون بدون انتخاب. خانم شما انتخاب کنید. شجاع باشید. ده هشت هفته. نه سیه ده هشت هفته دیگه دو. ده نو هشت هفت شیش پنج چهار دو یک. یک کدوم بردار. خیلی خوب هفت رو ببینیم چیه. اصلا هشت رو ببینیم. هشت رو ببینیم. هشت که دست خودمونه. ببینیم. بله ببینیم. ببین نه نه ببینیم ببینیم ببینیم. بقیه جوایز هم ببینیم. بقیه هست همه هست. دهتی بود. یه دهت افتاد. هفت چی بود کنید؟ خوبه. قصد بهتری داشتی. خوبه. بسیار عالی. بسیار عالی. نه نه نه. خیلی خوب.
میخوان یه 30 ثانیه هوا عوض کنیم. 30 ثانیه بودو بیا اینجا، بودو بیا اینجا، بودو بیا، بودو بیا اینجا. میگه تناب زن حرفه‌ای ام. ببینم ها تناب زن حرفه‌ای تو این 30 ثانیه میخوام تناب بزنی، ما هم یه آهنگ شاد بزنیم باشه. الان بزرگه یا اندازه است؟ بزرگه. خوبه، خیلی بزرگه. خب میخواد جمعش کنی یا مثلا اینجوری کن؟ حالا بده چهار تا بزنه. نه بابا خیلی خوب، برنامه وقتش الان خوبه. خیلی خوب، یکی عمر شما باز کن. خوب خوبه، یه شاد 40 ثانیه بزن. بریم. عالی بود، کارت عالی بود، برو بنیش، بشو بنیش، به قول کرجی ما، بشو بنیش. خب، آفرین، آفرین. گروه نقره طلایی جانم دخل چه کار کنیم؟ هرچی شما میخوایی ساید رو بدیم؟ نه، ساید نه، ساید نمیخواد. الان چه کار کنیم؟ اولین بار یکی میگه ساید نه. نه، صادقانش نه. صادقانش نه؟ جالبه، خیلی برای ما جالبه. صادقانش نه؟ آقا ساید رو باز کنیم. ای نه نه بابا نه موسم نه نه هم کن نه نه موسم باشه باشه آقا همه نه 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 بارمه بیا نه نه دیگه نه نه باشه باشه خودتی کار همه هم کن با خانمه زد خب بیا ببین چه سری تکون میده بیا نگفتی منو چه سری تکون میده یعنی چی؟ مادر خانومته؟ مادر شوهرم مادر شوهره یعنی یه سری تکون داد که یعنی چی؟ وای 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 خیلی خوب از یک تا ده یک تا ده دو دو بعد میشه یکی دیگه هم انتخاب کرد؟ دو انتخابه بله بعد به جزی یکی دیگه هم میشه؟ خب نه یه انتخاب دیگه کن مشکل نداری چکشو باز کن چکشو باز کن نه باز نمی کن میتونی دیگه پاکت دیگه میذاریم اینجا میگن ده حالا نه هفت داری واقعا که میگه نه جوون مرد شدی ها یه دونم هفته یه هفت میدونین چیه این؟ هفته میدونیم بیا نه ما که نمیدونیم شما میدونین چیه هفت بیا حاج خانوم سر رو تکون بده حاج خانوم سر رو تکون بده همون دو موسه جا داره سر تکون بدی همون دو موسه دیگه نمیشه انتخاب کرد یعنی همون اول سنگ بدو انداخت که الان یخچاله نیست تلویزیونه نیست ماشین لباسشویی نیست این نیست پوچه این نیست تربیت نداری دو خب دو تا هم پوچ داریم خیلی خوب نمیدونم یک کدوم انتخاب کنید یعنی پوچه دو تا پوچ داریم دیگه اینم هم همون دو تا دو تا پوچ داریم یک انتخاب کن نمیدونم بگو بخور هم دو تا شو یه میلیون میخرم دو تا شو کمه دو ببین چه کمه کمه معلومه که پس سای تو اینه دو تا پوچ دو تا 500,000 تومان کمه دام شد اینا رو بزن دو رو بزن دو همون دو حاج آقا دو دستی گفت ده باشه ما ده هم میذاریم این جلوتر پیشتر خب ما دو. چه گلستان یک وقت ده ایش خب بردارم اینا رو ما دو این دیگه دو دو توکل هفت رو باز کنیم ببینیم هفت رو باز کنیم مالشون باشه ما نه مال ما نه چیه همینجوری باشه نه باید مال ما نباشه من بعد بردارم که مال شما نباشه آره مال خودتون مال خودشون هفت مال خود حرف بزرگترم گوش کنید خب میخوای هفت مال هفت مال ما ببینیم چیه ببینیم باشه هفت رو ببینیم چیه سه شوار سه شوار پر
حاج آقا گفتن دو. ده ببین. دو بری نه دو برو دو ببین پادشه قیزی هم میگه ده ده شنا برم ده شنا برم چی؟ شنا شنا برم چی بری؟ دیمونه ایم اگه تو استودیو شنا بری به ما این چیزی زد میکنم شنا چیه؟ شنا بریم، سایدن بدیم دو بریم حاج آقا، یه مشورت کنید با حاج آقا چشمی نمیخره من؟ یه چیزی باشه انتخاب کنید، من چکم کارتم آوردم شما انتخاب کنید ده براست میگه دو رو باز کنید دو باز اگه با استرس ده رو بدی؟ دو دیگه دو دو میخوای دو رو باز کنم؟ دو رو باز کنم باز کنم برای چی؟ دو رو باز برای ما؟ مریضی نه دو رو باز کنم دو رو بدی برای شماست یا برای ما؟ نه برای شماست یا برای ما باز نکن از این برمی بیدی؟ الان برای شماست یا برای ما؟ چیکار کنم؟ برای ما برای شما؟ باز کنیم؟ شما ما وسط وسط هر کی زودتر برداشت یا برای من یا برای شما یا کنید برای ما برای خودمون نصف میکنیم هر چی باشه چی؟ نصف دیر صبح شد من یا شما بیخیرش من یا بیخیرش سیبیل شما برای خودتون برای خودم برای خودم ببینیم چی برای خودم برای خودش برای خودش برای خودش آدم دو رو پس میده واقعا؟ بله یا باز نکنه دو رو پس یا باز کرد گفتم آقای رجبی موسه من بهت میگم گفتم باز نکن موسه مال خودمون دو تقصیر منه؟ من دو رو گفتم باز نکن من مغازم میگم دیگه هر جو خودت میدونی و بالله من الان مثل شما میدونم توش چیه ببین مامانت دیگه دو منم میدونستم دو نه تقصیر توی حرف بزرگتر من اولم گفتم دو مامانت هم گفت منم دو منم گفتم دو منم گفتم دو منم اول گفتم دو محسن ای دو بشد بیا آقا بریم هشت این دو رو نگاه کن چی شد این الان برای کیه؟ فدای سرتون یه چی بگیم یه قصه نخورم گفتم دو باز کن شما بعدا یه آهنگ خوش آماده کن خیلی گرفتاری ام نداره سه تا دیگه دو رو آدم عوض میکنه و به خدا منم نمیدونستم چیه پنج پنج رو بدیم بهتون خوش نباشه بعدی بدم پنج رو اگه خوبه دیگه اگه خوبه اون چیزی که میخوام باشه من نمیدونم چیه گفتم فکر اون چیزی که میخوام باشه خوبه والله من نمیدونم الان تو ده چیه تو والله که میگم قسم جلالت حتما نمیدونم پنج حتما نمیدونم اصلیش دیگه در اومد شما این دو تا رو الان ببین بین دو و شما چرا فکر میکنید ده بده چرا فکر میکنید دو بد بود پنج ها پنج 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 میذارم پوچ نباشه دیگه من یه سه دست خالی نرادم والله نمیدونم چقدر دست خالی مرام خیلی اینم پنج برای شما دیگه نما پنج مال ما اینو بردارم آره دیگه ده رو ببینیم ده رو ببینیم ده رو ببین خب حاجی نیش دراش خالا بالاخره همینو بزن پنج بهتر از پوچه آره با پوچه دو تا پوچ داریم میخوان یه پوچم باز کنیم میشه باز کنیم یه پوچو همین پنج پوچه شب عیده آقا پنج میلیون تومن بال ما اوه نه بیشتر پنج میلیون مومن آقا برای بلش کن نه بیشتر اگه پوچ بود پنج خانم پنج رو باز کنیم به قرآن گفتم دو تا پنج مونده نه ببین پنج رو بایست دیگه عوض کن ما نخواستیم ساید و ساید بود ولی این پنج شما دو رو سنتخواد میخوام باشه آقا بگم شاید در نمیاد مامانتون هم گفت دو آره من اولم گفتم از اولم بابت چیه دو هفت بود فکر میکنی چیه یه چیز خوب باشه دیگه چی؟ ماشه زبشوی آخه یه چیزی باشه من پنج تومن میگم دیگه فکر میکنی چیه معلوم جارو برقی پنج پوچ نباشه فقط جایزه خوب پنج
باز کنید. ماشین لباسشویی تلویزیونه. الان فکر می‌کنی خانم فکر می‌کنی چیه؟ تلویزیونه. نه پنج. شاید تلویزیون. دیگه تموم شد. خب تلویزیونه. تلویزیون رو ببینیم ببینیم تو کدوم پاکته. باز نکنه. بس این نیست. سه تلویزیون. این تلویزیون. پنج رو انتخاب کردی دیگه من. کاش نمی‌شد پنج رو. پوش نشه. آقا عیده. من از طرف خودم 7 تومن میخرم. نه 9 تومن. آقای رجبی 9 تومن کن برده. نه. بالاتر از 7 تومن اینم باید بفروشم. 9 تومن دیگه. چند میفروش؟ 9 تومن. میشه 9 تومن؟ آقای رجبی 9 تومن. 9 تومن. یه کمتر. چی شد؟ آقای تریکنده. ببین پوچ نیست. اینو بفروشم 9 تومن. 9. نه من گفتم 2 بعد. نه تومن. نه تومن. ترکنده گفت 9 تومن. سر 1 تومن معامله رو به هم نزنید. چقدر شما میگید؟ 9 تومن. 9 میلیون تومن. 9 میلیون تومن. این یکی رو به من هدیه بدید. باشه. 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 یه. همون تمومه. همون میگم 3 ثانیه 9 تومن. الان 5 ثانیه شده. 9 تومن. نو میفروش. میگه نه. میگه چون شب عیده خرجم زیاده نمیخره. همون نو تومن برای ما کارت واسه شما. اون نمیخره. الان گفتین آخرش نو تومن. نو قبوله. ما مال شما. چنده؟ ظرفشویی. ظرفشویی. آقا شب عیده نمیخریم. همینو باز کنین. یه جایزه خوبی باز. نه دیگه گفتی نو دیگه شاید چیز پایین تر باشه. گفتی نو نو قبول ما میگی. نه پشیمون شدی همون لحظه بعد بگی. ما نشدم. ما گفتیم 9 تومن. یه بار دیگه این زود بگم 9 تومن. آقا 5 رو ببینیم نمیخره دیگه نمیخره. چی شد الان؟ نه به من گفتن اخراجی اگر 9 تومن پوچ نباشه همون 5 رو ببینیم از 10 میشمری نمیگیره 9 تومن. میگه پشیمون. نه 9 تومن. 9 تومن. 9 تومن گفتی. نه گفتی 9 تومن شما. نه صبر کن. ببین خیلی اصلا مثل من پیدا نمیشه. ما دیدیم آج خانم اینجوری هسته گرما تو همه آجاقا هم اینجوری ما باز میکنیم. نخواستید مال ما باشه؟ یه از این آدم بهتر پیدا میکنیم تو میشه؟ این مراسی ها یعنی چه ها عجبی؟ اگر بد بود مال من یه جایزه دیگه یه پاکت دیگه برده یعنی اگه نخواستیم باشه باشه صبر کن از 10 معکوس بشمریم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مال ما شو؟ مال شما؟ آره دیگه خوبیم مال ما بابا 30 میلیونه آره من دلم نمیاد من گفتم بعد مال ما 9 میدم میدونم بابا مبارک باشه هدیه تهیه کننده بود زنده باشی یه چیز خوشگل که همچین آها و بچه ها بریزن وسط بچه ها بریزن وسط بچه ها گنده ها که 1000 بار پنجره ها باز شد لنس گل آغاز شد باد بهاری نفس مرد خوش آواز شد دلم هوایی شد و سازم پر پرواز شد خب دست شما رو درد نکنه
الان راضی هستین؟ عالیه. نگه ناراضی هستین، من یوتیوب بخار بهتون بدیم. مرسی از همه اینکه، مرسی. پس مرسی. زنده باشین. متشکرم از حضار گرامی، خیلی لطفی از که ساعت ها منتظر اتمام این برنامه بودید، بتونیم به برنامه خوشگل تقدیم بیننده کنیم در این عید قشنگ، عید مبعث حضرت نبی اکرم. و متشکرم از شما که بیننده خودمونی هستید، التفات میفرمایید که پیامک به 20334 همچنان با سرانگشتان مبارک می نوازید و در مصرف گاز هم که دیگه چی بگم، انشالله لطفش بر خدا بشید، در پناه خدای بزرگ باشید همگان، تا خودمونی دیگه، خداحافظ.